سلام، علی هاشمی هستم. به کلاس من بی نهایت خوش اومدید. توی چهارمین قسمت از حل سوالات دنباله هندسی هستیم. خواهیم بریم سراغ خفنترین، سختترین، جدیترین سوال ممکن در دنباله هندسی که یه جورایی ترکیب میشه با دنباله حسابی. ببینیم سوال چیه. خیلی مهمه. بی نهایت بار توی سوالهای سخت مدارس اومده و بی نهایت بار توی کنکور ازش سوال تر شده. سوال گفته جملات دوم، چهارم و هشتم یک دنباله حسابی با قدر نسبت غیر صفر به ترتیب جمله های متوالی یک دنباله هندسی هستند. بفرمایید که قدر نسبت این دنباله هندسی برابر با چی میشه. یه فرمول تستی داره که در انتهای کار بهت میگم. میخوام ببینم روش تشریحی کار چیه، چجوری باید سوال حل کنیم. ببین جمله عمومی توی دنباله حسابی و هندسی چی بود؟ توی دنباله حسابی فرمولش بود A1 به علاوه N منهای 1 ضرب در D. تو فرمول هندسی هم بود A1 ضرب در Q به توان N منهای 1. اینو که حفظی، هم حسابی و هم هندسی تنها فرمولی هم هست که باید حفظ بشی. هیچ فرمولی هم احتیاج نداری که اضافه حفظ کنی. برم سراغ گفته های مسئله. گفته جمله دوم، چهارم و هشتم یک دنباله حسابی به ترتیب جملات اول، دوم و سوم یک دنباله هندسی بودن. من دنباله حسابی ها رو با حرف آ دارم نشون میدم و هندسی ها رو با حرف بی، برای که با همگه قاطی نشه. به جای آ دو طبق فرمول میتونم بنویسم A1 به علاوه دی. به جای A4 بنویسم A1 به علاوه 3D و به جای A8 هم بنویسم A1 به علاوه 7D. در ضمن B1 خود B1، به جای B2 میتونم بنویسم B1 ضرب در Q و به جای B3 هم B1 ضرب در Q2، چون دنباله هندسی هستن. درسته؟ پس تا اینجای کار هیچ کار خاصی انجام ندادم، فقط گفته طراح طبق فرمولا نوشتم. شما اینو میدونی که B1Q2 به روی B1Q برابر با B1 به روی Q به روی B1 و همش میشه Q. این که بدیهیه واسه. میگه آقا اگه این دوتا رو با هم تقسیم کنم، یعنی جمله سوم رو تقسیم بر جمله دوم کنم تو هندسی ها، یا جمله دوم رو تقسیم بر جمله اول کنم، به من کیو میده و هیچی به جز اینم که نخواهد بود. پس اینا با هم برابرن. این برابری خیلی به دادمون میرسه. چرا؟ میتونم بیام حسابی جایگزین کنم. الان پس به جای B1Q2 میتونم بگم A1 به علاوه 7D به جای B1Q چی بنویسم؟ B1Q برابر است با A1 به علاوه 3D. برابر است با B1Q دوباره، یعنی A1 به علاوه 3D. اینجا نوشتین دیگه، B1 ضرب در Q برابر است با A1 به علاوه 3D. به روی چی؟ A1 به علاوه D، چون B1 برابر بوده با A1 به علاوه D. خدا رو شکر یه سوالمون حل شد. چرا میگم سوالمون حل شد؟ فقط کافیه برم سراغ بازی طرف این وسطه. طرف این وسطه این کنم A1 به علاوه 7D و A1 به علاوه D قرار ضرب بشه. این برای ماجرام A1 به علاوه 3D و A1 به علاوه 3D میشود A1 به علاوه 3D به توان 2. اتحاد واسش باز کنم. اولی به توان 2 به علاوه 2 برابر اولی در دومی به علاوه دومی به توان 2. سمت راست عبارت هم که اتحاد جمله مشترکه، جمله مشترک به توان 2 به علاوه حاصل جمع دوتا غیر مشترک ها ضرب در مشترک علاوه حاصل ضرب دوتا غیر مشترک ها. اگه دوست نداشتی از اتحاد جمله مشترک استفاده کنی، میتونی ضرب کلاسیک رو انجام بدی، یعنی بیای تک تک این جملات رو توی همدیگه ضرب کنی، دوباره به همین عبارت برسی. حالا اینجا رو میتونم چی کار کنم؟ A1 به توان 2 با A1 به توان 2 که خدافزی میکنه و میره. یه 9D2 دارم با یه دونه 7D2 که اگه 7D2 ببرم بر ازش کم کنم میشود 2D2. 8D1 هم اگه ببرم اونور از 6D1 کم بشه میشود 2D2 منهای 2D1 برابر با 0. اینجا چی میتونم فاکتور بگیرم؟ از یه دی فاکتور بگیرم. اگر فاکتور بگیرم از 2D، اون وقت دی منهای آ واسم میمونه. یه بار 2D میشود 0، یه بار دی منهای A1 مساوی با 0 میشه. اگه 2D بشه 0 که دی برابر 0 غیر ممکنه، چون مسئله گفته که دی نباید 0 باشه، تو صورت سوال گفته بود قدر نسبت غیر 0. پس دی من در حقیقت برابر با A1. حالا که دی برابر با A1، بیام به جای دی بذارم A1. کیو برابر بود با B2 به روی B1، یعنی A1 به علاوه 3D به روی A1 به علاوه D به جای دی هم که میخوام A1 جایگزین کنم و جواب قدر نسبت من برابر میشه با 2. این روش تشریحی، دیدی چقدر سوال خفنیه. حالا روش تستی چی میگه؟ میگه آقا اگه کیو ازت خواست گفتی جملات چندم تر را دوم و چهارم و هشتم، هشت منهای 4
چهار منهای دو. برعکس از هم دیگه کم کن، جمله دوم و چهارم و هشتم پس می شود هشت منهای چهار، چهار منهای دو. توی صورت عبارت میشه چهار، مخرجم میشه دو، جواب صحیح برابر با دو. این هم تستی. اصلا باورت میشه تستیش اینقدر آسون بشه؟ در اصلاحات میشه جونتون. بی‌نهایت سپاسگزارم از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. خدا نگهدار.